سردار پاشایی فعال سیاسی خودش اینجا در استودیو با ما. پیش از هر چیز بسیار متاسفم، چه میدونید در مورد وضعیت برادرتون؟ درود به شما. والا میدونم که الان از سقز به سنانداز منتقلش کردن، بسیار با برخورد بدی بازداشتش کردن، در پلیس راه سقز منتظرش بودند و بعد از اینکه بازداشتش کردن به خونش رفتن، همه چی رو به هم ریختن، تلفن و همه چی رو با خودشون بردن و هیچ اطلاعی هم ندادن که اصلا اتهامش چیه. هیچ توضیحی ندادن به چه دلیلی بازداشتش کردن، اتهامش چه بوده؟ هیچی؟ نه، چون این اولین بارش نیست. در چند ماه گذشته یا سالهای گذشته به شدت زیر فشار بوده سامان، تلفن‌های ناشناسی که بهش زنگ میزنن، بازجویی‌هایی که میشه، به هیچ جرمی، یعنی هیچ گناهی هم نداره. احتمالاً گناهش اینه که برادر منه، که به خاطر فعالیت‌های برادرش خانواده‌اش بازداشت میشه، بازجویی میشه، شکنجه شده و متاسفانه هیچ توضیحی هم ندادن و هنوز هیچ اطلاعی نداریم ازش. اگه اینطور که میفرمایید به خاطر شما باشه، به نظر میاد یک موج جدیدی هست، چون الان چند مورد دیگر هم هست. حالا بعضیا رسانه‌ای کردن مثل خانم بلوچ، ولی میدونیم که رفتن دنبال اعضای خانواده کسانی که فعالیت‌های سیاسی میکنن در خارج از ایران. حالا این رفتار حکومت بی اخلاقی، ببخشید، که هیچ پرنسیپی نداره، به هیچی پایبند نیست و میاد گروگانگیری میکنه، آدم‌ها رو آزار میده و به این صورت میخواد آدم ها رو ساکت کنه، اما این روش ها منسوخه و به هیچ جایی هم نمیرسه. آیا اعضای خانوادتون تونستن در این ساعتهای گذشته باش تماسی بگیرن بدونن وضعیتش الان چطوره؟ نه، متاسفانه هیچ خبری ازش نداریم. تنها سامان هم نیست، تقریبا تمام اعضای خانواده من هیچ کدوم نیستن که از آزار ماموران اطلاعات در امان مانده باشن، از خواهرزاده کوچیکم بگیر تا پدر و مادری که در این دنیا نیستن دیگه. چه ها که نکردن با پدر و مادر مریض. چون میگفتم اصلا اعضای خانوادتون رو که در گذشته برای بازپرسی یا بازداشت بردن، چه گفتن بهشون معمولا؟ ببینید، داستان از اینجا شروع میشه که اینا مشکل فقط سامان، من یا کسی دیگه ای نیست. هر انسان آزادی خواهی که نخواد سکوت کنه در مقابل اینها، نباش مشکل دارن. ما فرزندان یک پدری هستیم که فعال سیاسی بوده، که در زندان بوده، که نخواسته تن به این ستم بده. برای همینم شما از همه جا حذف میشید. سامان قهرمان کشتی سوم نوجوانان جهان، از همه جا حذف شده. مدرس دانشگاه هست، سال هاست که اجازه ندادن رسمی بشه و الان گوشه زندان هست. اما این روش هایی که بخوان ما رو ساکت کنن جواب نمیده. من حق سامان رو میگیرم، حق برادری که الان در گوشه زندان هست رو میگیرم و این روش هایی که اینا به کار میبرن که ما رو ساکت کنن جواب نمیده. همونطورم که حامد اسماعیلیون به دخترش ریرا گفت، من حق تو میگیرم دخترم، همونطور که پدر سارینا اسماعیل‌زاده گفت حق تو میگیرم. همه ما باید حق عزیزانمون، حق خودمون رو بگیریم و به این روش هایی که میخوان ساکت کنن ما رو تن ندیم. این توصیه من هست که همه وایسیم و تن ندیم به روش هایی که میخوان ما رو ساکت کنن. شما چهره بسیار فعال و با صدای رسا هستید، به خصوص در این چند ماه گذشته اعتراضات سراسری در ایران نقش پررنگی بازی کردید. شاید همه شجاعت و جسارت شما رو نداشته باشن. چقدر فکر میکنید که این اقداماتی که حکومت جمهوری اسلامی انجام میده، میگید در مورد شما جواب نمیده، به مبارزتون ادامه میدید، ولی میتونه برای دیگران این نگرانی رو ایجاد بکنه که ای بابا، حتی اگر من اینجا در یک فضای آزاد هم بخوام حرفی بزنم علیه حکومت، ممکنه خانوادم رو اذیت و آزار کنم؟ ببینید، بعد از انقلاب ژینا، انقلاب زن زندگی آزادی، اون انقلاب زیبا، تقریبا همه ما تصمیم رو گرفتیم. ما گذشتیم از اون مرحله و به عقب بر نمیگردیم. درسته هنوز دست‌های خالی ما مقابل گلوله ها پیروز نشده، اما یک راهی هم برای اون پیدا میکنیم. شما اگر به دایمینا، مادر شهریار محمدی نگاه کنید، به پدر و مادر هومن عبداللهی نگاه کنید، به خاله نیکا شاکرمی نگاه کنید، چرا ساکت نمیشن؟ چرا دادخواهیشون رو ول نمیکنن؟ به خاطر اینکه حق با ماست، به خاطر اینکه مجرم ما نیستیم، مجرم برادر من نیست که الان در گوشه زندانه، مجرم اونا هستن. اونا هستن که آدم کشتن، تجاوز کردن، اونا هستن که عزیزان ما رو گرفتن، اونا هستن که باید در زندان باشن نه ما. و ما این معادله رو عوض میکنیم یک جایی. چون به زن زندگی آزادی و مهسامین یا ژینا امینی اشاره کردی، میخوام ازتون بپرسم، فراز و فرود زیاد داشته این
جنبش شاید امروز به اندازه چند ماه گذشته در خیابان مثلا معترضان رو نمیبینیم، چقدر امیدوار هستید که هسته اصلیش هنوز همچنان زنده است؟ شک ندارم که انقلابی که شروع شده جایی متوقف نمیشه تا اینکه مردم به اون آرزوهایی که دارن برسن، آرزوهایی که ژینا، نیکا، سارینا داشتن، آرزوی حکومت دموکراتیک بود که بتونن آزادانه زندگی کنن. ما از شر این حکومت تباه خلاص میشیم، از شر سپاه پاسدارانی که میکشه آدم، تجاوز میکنه خلاص میشیم و مشعل این انقلاب مقصد میرسه. فراز و فرود داره اما به مقصد میرسه بالاخره. ممنونم از شما سردار پاشایی، فعال سیاسی اینجا در استودیو با ما. میدونم که موضوع دشواری بود صحبت در موردش، ولی سپاسگزارم که دعوت ما را قبول کردید.